درود بر شما همراهان پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از اتفاقی تلخ و ناگوار برای خانم هما سرشار روزنامه نگار و خبرنگار خوب ایرانی با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. خانم هما سرشار روزنامه نگار، کنشگر فرهنگی و اجتماعی نویسنده و ویراستار چندین عنوان کتاب و تهیه کننده و مجری برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی متولد سال 1325 در شیراز هستند ایشون دانش آموخته دبیرستان رازی در مقطع دیپلم ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران مقطع کارشناسی مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در مقطع کارشناسی ارشد و دارای دکترای افتخاری در رشته روزنامه از دانشگاه جهانی آمریکا می باشند. خانم سرشار کار مطبوعاتی رو از سن 18 سالگی با عضویت در هیئت تحریریه هفته نامه تازه تأسیس زن روز شروع کرد. در سال 39 به موسسه کیهان پیوست و تا سال 57 در جایگاه خبرنگار و مقال نویس همکار روزنامه کیهان باقی موند. خانم سرشار دوران همکاریش با آقای مجید دوامی بنیانگذار و سردبیر زن روز رو از بازه های زمانی اثرگزار بر شکلگیری حرفه روزنامه نگاری و طرز فکر خودش میدونه. از میان تلاش ها و دستاورت های دیگه ایشون در اون سالها میشه از دو پروژه پژوهشی بررسی نتایج طرح تنظیم خانواده در خانواده های کم درآمد برای سازمان زنان و مجله زن روز 1338 و زنان ایرانی در بازار کار برای روزنامه کیهان در سال 53 دریافت مدال طلا برای دفاع از حقوق زنان از سوی سازمان زنان ایران در سال 38 جایزه بهترین گزارش و پوشش خبری از مراسم 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران از سوی مجله زن روز در سال 1350 و نیز دریافت بورس تحصیلی و جایزه نقدی دانشجوی ممتاز از سوی دانشگاه تهران در سال تحصیلی کرد. سالهای میانی دهه 50 خورشیدی آغاز حضور هماس هرشار در رسانه‌های دیداری بود تلویزیون ملی ایران پذیرای نخستین برنامه تلویزیونی ایشون با عنوان چهار دیواری بود در سال 1351 با پرداختن به مسائل زنان و خانواده توانایی هما سرشار رو در جایگاه تهیه کننده کارگردان و مجری یک برنامه تلویزیونی واقعا نشون داد خانم سرشار کمی قبل از وقوع انقلاب در ایران به همراه همسر و دو فرزندش به آمریکا رفت و تلاش های مطبوعاتی خودش رو با تمرکز بر سه حوزه حقوق بشر، مسائل زنان و اقلیت‌ها در آن طرف آبها ادامه داد. سردبیری ماهنامه شوفار نشریه فدراسیون یهودیان ایرانی از سال 1981 تا سال 1983 همکاری با رادیو امید و رادیو تلویزیون امید ایران در لس آنجلس در جایگاه نویسنده، تهیه کننده و مجری برگزاری و مدیریت سمینارها و گرد همایی‌های مختلف، سخنرانی‌ها و در شرکت در کنفرانس های خبری در آمریکا و اروپا در کنار فعالیت های مطبوعاتی در جایگاه یک روزنامه نگار آزاد نویس در نشریات رادیو تلویزیون های مختلف فارسی زبان در خارج از ایران از جمله تلاش های مداوم خانم سرشار در این راستا بود هما سرشار همچنین پیشینه پنج ساله همکاری با دادگاه های عالی مهاجرت فدرال و اداره مبارزه با مواد مخدر رو به عنوان مترجم در کارنامه حرفه‌ای خود، ارزش در کوچه پس کوچه های غربت در سال 1993 اولین کتاب هما سرشار برگرفته از دلنگرانی ها، امیدها و تلاش های سال نخست مهاجرت و اولین خاطر نویسی مکتوب به زبان فارسی که در بیرون از مرزهای ایران توسط یک نویسنده زن نوشته شده و دشواری ها و چالش های بازسازی زندگی فردی و خانوادگی رو به دور از وطن همراه با تلاش های نسل اول مهاجر بر برای ساختن یک جامعه ایرانی خارج از کشورش در دو جلد ثبت شده این اثر چند سال بعد به صورت کتاب گویا توسط شرکت انتشارات کتاب گویای لس آنجلس تهیه و منتشر شد خانم سرشار در سال 1989 به هیئت مدیره سازمان نوپای بنیاد پژوهش‌های زنان ایران پیوست و تا سالها با برگزاری یک سمینار بین المللی به فعالیت خودش در زمینه مسائل زنان ایران در این سازمان ادامه داد و پنج شماره از نشریه سالانه پژوهشی این بنیاد رو هم سردبیری کرد. هما سرشار در سال 1995 مرکز تاریخ شفایی یهودیان ایران رو در لس آنجلس بنیان نهاد و در یک بازه زمانی ده ساله 1600 سند و تصویر تاریخی همراه با مصاحبه هایی از 125 شخصیت از جمله بزرگان و رهبران جامعه یهودیان ایران رو گردآوری کرد. علاوه بر ایجاد یکی از بزرگترین آرشیوهای خاطرات یهودیان ایرانی در جهان بر پایی پنج کنفرانس بین المللی، انتشار اسناد و خاطرات در پنج جلد و تولید هشت مستند برای بازخوانی 25 قرن تاریخ یهودیان ایران شد. هماس سرشار در سال 2006 کلیه اسناد گردآوری شده در مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی رو به کتابخانه کنگره آمریکا، دانشگاه تلاویو در اسرائیل و دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس اهدا کرد. از دیگر دستاوردهای فرهنگی هما سرشار تهیه فیلم‌های مستند درباره شخصیت‌های مهاجر هنری و ادبی فعالان و اجتماعی معاصر ماست. این مجموعه با عنوان نخستین دمیبا بعد از اون اسم اون شخص منتشر می شد مثل نادر نادرپور، محشید امیرشاهی، سمین باخچبان، سیمین بهبهانی، ایران درودی، در مرتزاخان نیداود، مشفق همدانی، شعبان جعفری و بسیاری دیگر از بزرگان تاریخ و هنر ایرانی. همچنین خانم هما سرشار در سال 2013 کتابخانه شخصی خودشون رو به مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه ارواین اهدا کردند که منجر به تاسیس کتابخانه مرکز ایرانیان این دانشگاه به نام هما سرشار در جایگاه اهدا کننده شد. خانم سرشار در سال 2018 هم آرشیو کامل کارهای مطبوعاتیشون رو به مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد اهدا کردند. و در سال 2021 با اهدای 50 هزار دلار به این مرکز برای یک پروژه پژوهشی دانشگاهی درباره چهار دهه حضور ایرانیان در بیرون از مرزهای ایران امکان مطالعه بیشتر در این زمینه ها رو به موازات استفاده از آرشیو غنی مطبوعاتیشون فراهم آوردند. از جمله کتاب‌هایی که خانم سرشار منتشر کردند دفتر نوروز، در کوچه پس کوچه های غربت، پژوهش ها و هنرها، چهره زن در فرهنگ ایرانی، زن و خانواده در ایران و در مهاجرت، زن و سیاست در ایران معاصر، زن، اسلام و جنسیت، یهودیان در تاریخ معاصر ایران و شعبان جعفری بوده. که کتاب شعبان جعفری ایشون در سال 2003 پرفروشترین کتاب فارسی در ایران و بیرون مرزهای ایران شد. خانم هما سرشار در سال 1345 خورشیدی با مهندس نجات سرشار ازدواج کرد. حاصل این پیوند و این زندگی موفق دو فرزند پسر به نامهای سپهر سرشار که دارای دکترای شیمی از دانشگاه هاروارد در بوستون هستند و هومن سرشار که دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک رو دارند هستند. حالا ما در روزهای اخیر خانم هما سرشار با انتشار عکس دردناکی در روی تخت بیمارستان خبر از بیماری سختی دادند ایشون نوشتند بالاخره درد دیسک امان را برید و شنبه کار به بیمارستان کشید دیروز بعد از ظهر دختر جوان ایرانی پرستار با چشمان درشت سیاه که تنها عضو نپوشیده صورتش بود نگام کرد گوشیش رو دستم داد و گفت خانم سرشار بعد از تزریق داروی ضد درد نیمه بیهوش بودید که این عکس رو ازت گرفتم حتما مثل دو سال پیش که کرونا گرفته بودید و هر روز برایمان گزارش میدادید از تجربیاتتون بنویسید نگاهش کردم سری به علامت پذیرش تکون دادم و گفتم ولی این بار فرق میکنه این بار کووید نیست عمل نچندان آسانی در راه است سعی میکنم در حد توان بنویسم ولی خیالت راحت زنده میمونم تا شما جوانان برومند ایرانی حقمون رو بگیرید برای این بانوی بزرگ ایرانی آرزوی سلامتی داریم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.